گوینده و نوشته مجید بهشتی. سال 1320 شمسی، زمستان است، هوای بارانی و تقریبا مهالود که تهران را فرا گرفته و در این هوای بارانی و روز سرد که باران نم نم می بارید با عجله می رفتم تا به یک دیداری که قرار گذاشته بودم برسم. در خانه یک زن میانسال که در کوچه کلیسا نزدیک روزنامه کیهان ساکن بود، زنی مهربان بود و دوستدار هنرمندان و گاهگاهی هنرمندان، شاعران و اهل اندیشه به این بانوی خوش مشرب به نام خانم نجات سر می زدند و احوال می پرسیدند و یک دور همی رو با هم برگزار می کردند. جمعی بود هنری که از آوازخوان معروف یا مطرب خیابانهای لاله‌زار، هنرپیشه، شاعر، خوشنویس، نویسنده، خلاصه از همه اهالی هنر، از رادیو و شاعر و تئاتری و خواننده در بین اونها بود. یکی شعر میخواند، یکی آهنگشو زمزمه میکرد، دیگری دلقکبازی در میآورد. با خودم گفتم در این هوای سرد و این باران فکر نکنم امشب کسی در این دور همی جمع شه و من دارم بی خود میرم. اما مصمم شدم که برم و گفتم خب در نهایت با خانم نجات دیداری میکنم. رسیدم در خانه، در زدم. دختر یکی از همسایه های خانم نجات که همیشه در مواقعی که دور همی بود حاضر میشد و کمک خانم نجات میداد، به سفارش مادرش که دوست خانم نجات بود. سن کمی داشت و نوجوان بود و خانم نجات رو خیلی خیلی دوست می داشت. او بود که در رو باز کرد. رفتم داخل خونه و پرسیدم دوستان دیگه هم هستن؟ کسی آمده؟ دختره که اسمش اشرف السادات بود گفت بله، از پله های بارون زده که کمی هم خیس شده بود و شاید هر لحظه مرا به زمین می زد چون لیز بودند، بالا رفتم، وارد اتاق خانم نجات شدم. دود سیگار و گرمای مطبوع اتاق رو پر کرده بود. از دخترک اشرف السادات تشکر کردم. او رفت به اتاق پشتی. دختری مهربان بود که خانم نجات رو دوست داشت و خانم نجات هم اون رو خیلی دوست داشت. کم سن سال بود اما مهربان. من نشستم و جمع شروع کردن به شوخی کردن با من و با خودشون میخندیدن و جیغ می زدند و فریاد می زدند. مجلس گرم شده بود. یکی شکلک در می آورد، یکی دیگر شعرش رو می خوند و همه دست می زدند. دیگری آواز می خواند. آوازش نیمه تمام بود که اون یکی شعرش رو می خوند. یکی از رادیو بود، یکی از تئاتر بود، یکی از نمایشنامه‌هاش تیکه های معروفش رو با صدای بلند می خوند و اون شاعر از گوشه فریاد می زد و می گفت مزخرفه، به درد نمی خوره. گاهی می خندیدیم و گاهی شوخی می کردیم. همین جور که داشتیم با هم بحث می کردیم، از هنر و بی هنری حرف می زدیم، ناگهان صدای زمزمه یک آواز زنانه به گوش رسید. همه ساکت شدیم. یک صدای دلنشین زنانه که گوش ما رو نوازش می داد. اون شاعر خوش‌ذوق گفت خانم نجات، این صدا از خونه شماست، این صدای کیه؟ اون نویسنده از اون گوشه گفت انگار خونه شماست، بله صدا نزدیکه. خانم نجات خندید گفت آره، صدای اشرف الساداته، همین دختری که میاد اینجا پیش من هست که من تنها نباشم و شبایی هم که شما هستید کمک من میده، صدای اونه. مادرش خیلی زن خوبیه، دختر ماهیست. اون هنرپیشه داد زد راست میگی، عجب صدای خوبی داره، نمیدونستم دختر همسایه شما چقدر خوش صداست. یکی از بچه ها گفت خانم نجات میشه صداش کنید بیاد همینجا برا ما بخونه؟ خانم نجات گفت باشه. صدا زد اشرف سادات، اشرف سادات. بعد از چند لحظه اشرف سادات اومد
گفت بله. خانم نجات که به همه ما نگاه میکرد به اشرف سادات گفت میشه بیای اینجا برای بچه ها بخونی؟ صداتو شنیدن. داشتی تو پستو مشغول کار بودی زمزمه میکردی صداتو شنیدن. اشرف سادات مات و مبهوت به همه ما نگاه میکرد. حالا دیگه مجبور شده بود که بگه آره یا نه. اما گفت باشه، اما من که صدایی ندارم بین این همه آدم هنرمند که هر کدوم از شماها صاحب هنر و کمالات هستید. خانم نجات گفت اشرف خوش صدایی، چرا اینجوری میگی؟ بیا یک کم براشون بخون. مهمانها نشستن تا به صدای این دختر گوش کنن. دخترک با صدایی خوش شروع به خواندن کرد. اول با زمزمه شروع کرد، بانگاه صدا رو با تحریرهایی که می داد همه رو مات و مبهوت خودش کرده بود. تموم شد و به همه ما نگاه کرد. همه مبهوت بودند، دست زدند. اشرف سادات که کمی هم خجالت کشیده بود گفت من با اجازتون میرم خونه، مادرم دیگه دلواپس میشه، و از اتاق خارج شد. خانم نجات بهش گفت دخترم دست درد نکنه. خانم نجات صداش چطور بود؟ خوشتون اومد؟ بس بین ما درگره. یکی گفت صداش بدک نیست، یکی دیگه گفت اگه یاد بگیره میشه بردش رادیو بخونه. از بچه های رادیو هم اونجا بودند. یکی دیگه گفت نه بابا چنگی به دل نمیزنه. دیگری عصبانی شد و گفت نه دختر خوش صداییست، چرا اینجوره میگی؟ اما کمی خجالتیست، اونم حل میشه، مسئله نیست. خانم نجات گفت نه خیلی دختر زرنگ و سرزبونداریه، حالا جلو شما کمی کمرویی میکنه و سربزیره، اگه روش باس بشه یک آتشباره است. همه خندیدن. خانم نجات رو کرد به یکی از بچه‌هایی که در رادیو بود گفت میشه معرفیش کنی؟ اون گفت باشه صحبت میکنم ببینم چی میشه. اون دختر رفت و با استاد مهرتاش تعلیم آواز دید. اما در دورانی که دلکش و روح بخش معروف بودند و حریفی نداشتند، رفتن به رادیو و کار کردن در رادیو که در قرق اونها بود کاری سخت بود، چون این دو نفر یعنی روح بخش و دلکش مردم اونها رو خیلی دوست داشتند. اشرف سادات بعد از دیدن تعلیمات قرار شد که در رادیو بخونه و گویا روح الله خالقی اسم مرضیه رو براش انتخاب میکنه. از اون روز اشرف سادات با اسم مرضیه کار هنری میکنه و دلیل این که اسم مرضیه پیشنهاد میشه چون مرضیه معشوق شیدا آهنگساز معروف بود، به همین مناسبت روح الله خالقی اسم اونو از اشرف سادات به مرضیه تبدیل میکنه در مواقعی که میخواد آواز بخونه. مرضیه کم کم جا باز میکنه و آهنگ های شیدا رو هم اجرا میکنه. روزنامه ها جنگ بین مرضیه و دلکش رو راه میاندازند. مردم دو گروه میشند، عده‌ای طرفدار دلکش و عده‌ای طرفداری میکنند از مرضیه. مرضیه کم کم در رادیو شروع به خواندن میکنه و مشهور و محبوب میشه و در مجالس و مراسم بزرگان هم خوانندگی میکنه. مرضیه در کنار استادانی چون مهرتاش، ابوالحسن سبا پخته و پخته تر میشه. آموزش های لازم از استادان موسیقی رو میگیره و با علاقه و پشتکار مرضیه یک خواننده تمام عیار میشه. آوازهای او هر روز از رادیو پخش میشه در برنامه گلها و گلهای رنگارنگ. حالا مرضیه یک خواننده تمام عیار است که آوازش تا اونور مرزها هم میرود. تا قبل از اون شورش خانمانسوز 57 که انقلاب نام گرفت مرضیه خواند، ولی بعد از اون همه زنان چه خواننده و چه هنرپیشه از کار سابق خودشون ممنوع شدن. مرضیه هم گاهی در دشت و کوه و ابر و باران و جویبار آواز میخواند، برای آنها آواز میخواند، چون صداش ممنوع بود و جرأت نداشت تا بخواند. اما برای تعلیم و خشک نشدن صداش و استعداد
می رفت و در کوه و بیابان فریاد می زد و می خواند تا اینکه سال 73 از ایران مهاجرت کرد و به فرانسه رفت و در 21 مهر 1389 در اثر بیماری سرطان درگذشت.